شروع میکنیم. نمیدونم مشکل چیه. اگر دوستان دسترسی دارن بنویسن توی پیام ها که پخش یوتیوب من شروع شده یا نه. هنوز وصل نشده. مرتضی جان نوشتن که هنوز وصل نشده. یه چند دقیقه تأمل بفرمایید تا همزمان بتونیم از همه پلتفرم ها همراهتون باشیم. ببینید این مشکل ما. پخش یوتیوب شروع شد. من رسما برنامه رو شروع میکنم با اجازه دوستان. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. در یک شب سرد زمستانی دیگر مهمان خانه های گرم شما هستیم در روز سه‌شنبه 24 بهمن ماه یا ماه دل سال 1402 خورشیدی همزمان با 13 فوریه سال 2024 عیسوی یا میلادی. امشب با رئیس بخش سیاست خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری آقای احمد مسعود گفتگو خواهیم داشت. چنانچه سوالاتی از ایشان دارید و جناب آقای نظری سوالات رو میتونید اینجا طرح کنید یا در یوتیوب اونها رو بفرستید. دوستان من هستن اونجا، سوالات رو میبینن، به من منتقل میکنن. خود من هم اینجا با گوشی دیگری گاهی میتونم سوالات اونجا رو ببینم و طرح بکنم، مشکلی نیست. یا در بقیه پلتفرم ها، در ایتا یا در سروش، در بقیه پلتفرم های ایرانی اگه ما رو میبینید. اگر سوالات مشخص باشه، سوالات تکراری نباشه، مثل این که برای اعزام به جبهه و ورود به جبهه مقاومت و سوالایی که قبلا اغلبش پاسخ داده شده، بهتر خواهند بود. سوالا رو تجمیع میکنیم و سعی میکنیم که چیزی جا نیفت. یه سری از سوالات رو هم که دوستان در کامنت ها نوشتن اونها رو هم جمع بری کردیم، سعی میکنیم انشالله زمان اگر فرصت داد و اجازه داد اونها رو هم بپرسیم. در ابتدا خواهش میکنم، من خیلی وارد نیستم، بارها اینو گفتم، اگر که میتونید شیر کنید، بذارید ببینن دیگران هم لایف رو و به هر طریقی که بلدید، اگر استوری میکنید، پست میکنید، نمیدونم چجوری، من خودم خیلی به حوزه فضای مجازی شناخت ندارم، کمک کنید که دیده بشه خلاص این لایف ها. و باز تاکید میکنم اگر همزمان میتونید از یوتیوب هم ما رو ببینید، ترجیحاً تشریف ببرید و از یوتیوب ما رو ببینید. من ابتدا یکی دو تا خبر رو که خیلی مهم هست به این روزها اینا رو عرض میکنم. در ادامه اگر از دوستان کسی بود که سوالی داشت، دوستان آشنایی که همگامان لایو ما هستن، اونها رو اضافه میکنم، سوالاتشون تر بکنن و آقای نظری رو در ادامه بالا خواهم آورد تا به این سوالات پاسخ بدم. اول از همه اینو بگم که این شب و روزها داریم به سالگره شهادت استاد نظری نزدیک میشیم که در اسفند ماه هست. جدای از اون به سالگرد واقعی افشار نزدیک میشیم. در این تردید نیست که ماجرای افشار یک ماجرای خونین، یک ماجرای تأسف‌آور شرم‌آور بوده در تاریخ افغانستان. ورود به این ماجرا در این دورانی که هر روز افغانستان به نوعی شاهد افشارهای متعدد هست، اونجا اگر در جنگ این اتفاق افتاد، الان داره در دورانی رخ میده که حاکمیت موجود در کابل مدعی هست که همه چیز به راه صلح هست، امنیت هست، ولی خب شما میبینید با زنان و بانوان داره چه رفتاره عجیب و غریب زشتی میشه. اما یه چیزی که عجیب هست اینه که یک حسابهایتون شبان روز شروع کردن به اطلاعات دادن و پرداختن به مسائل افشار که هیچ نسبتی با این ماجرا ندارن. اینی که لازم شد امشب اینو بگم،
شما میبینید حسابهایی که عمدتا به زبان پشتو طرح موضوع میکنن و معلوم هم هست از گل مشهدی و از یه فرسخی معلوم هست که اینها فیک هستند، سایبری هستند. یک موقعیاتون هست که مسئولین رسانه‌ای طالبا از نفراشون خواهش کرده بودن که با نام‌های دخترانه و زنانه وارد فضای مجازی بشن و پشتیبانی رسانه‌ای از اونها. حالا این اتفاق افتاده. شما خاطرتون هست موقعی که اینها با تهران درگیر شدن، یه انبوهی از رسانه ها از حسابای فیک رو درست کردن و اخباری که علیه ایران بود یا به هر حال درگیری اینها رو با جمهوری اسلامی تشکیل میکرد، این اخبار بهش دامن میزدن، عمدتاً هم با پسوند پنچیری و اندرابی. مثلا یک خبر رو میگرفتن، نمونه شما اینجا دارم، یک خبری بود که آقای عبدالحمید که خیلی این دوستان اخبارشو بولد میکنن انتقادی کرده بود و اینها همشون با یک متن خاص، مثلا اینو ببینید، تمیم پنچیری، باز این یکی طاهر پنچیری، همون خبر همون عکس، باز یکی بعدی رقیه پنچیری همون عکس همون خبر، یکی بعدی مدینه پنچیری همون خبر همون عکس. خب اینا کاملا معلومه که سپاه سایبری طالب هستن. همین کار رو الان دارن نسبت به ماجرای افشار میکنن. یعنی شما میبینید یه انبوهی از حساب ها الان سونیا نیازی درباره ماجرای افشار به زبان پشتو پست گذاشتن، یکی دیگه جناب عبدالغفار عمری، ایشون هم دل سوز افشار بوده، برای افشار پست گذاشته. اغلب هم عرض کردم با عکسای ثابت، یا یک کسی به نام عبدالرحمن محمود، دوباره باز با زبان پشتو. و این نشون میده که اینا دنبال شیطنتن، ایجاد کشمکش بین تاجیک ها و هزاره ها. اونها میدونن که نخبگان و فرهیختگان هزاره و تاجیک اینو میتونن امروز درک کنن که دشمن مشترکشون طالبا هست. اونا هستن که مارینا سادات هزاره دانشجوی پزشکی رو به بهانه حجاب میگیرن، چند روز بعدم جنازه او رو در حالی که به شدت شکنجه شده، بهش تجاوز شده، در پغمان پیدا میکنن. برای که این بچه ها رو از این موضوع دور بکنن، یک مش عوامل خودشون رو ریختن تو فضای سایبری و دارن اخبار و دروغ و جعلی منتشر میکنن. اما بین این نام ها یک نام خیلی جالب بود برای من که ایشون هم درباره دلسوز افشار شده بود، جناب سرکار خانم مریم سما. عکس هم تکراری از همون عکس هایی که طالبا گذاشتن. خاطرتون هست یک شب در بی بی سی من با این خانم همزمان یک نیمه مناظره ای رو انجام دادیم و اونجا یه دروغی روی آنتن گفت که خودش مدافع مردم افغانستان نشون میداد. خب بعدا فهمیدید که وقتی سقوط کرد، آقای غنی اولین نفری بود ایشان که فرار کرد، رفت در آلبانی در کمپ نیروهای سازمان مجاهدین خلق بود، جزء براندازای ایرانی هستن، اونجا دستگیر شد به جرمی که دلار تقلبی استفاده کرده بود، 100 هزار دلار چقدر، و حالا باز جزء طرفدارای ماجرای افشار و قصدار افشار شده که این اتفاق در چند دهه گذشته افتاد. یکی از کسانی که میتونه درباره افشار نظر بده، دوست تردید نکنید، اون کس من هستم. من اون موقع در اون جغرافیا بودم، سریال در این باره ساختیم، مستند ساختیم. و این که وارد این حوزه نمیشم چون الان جز ایجاد افتراق هیچ فایده دیگه ای نداره. یه دوستی پیام داده بود که آقای جعفریان در این باره صحبت بکنید، لایو بگذارید. ببینید بزرگواران، 1001 موضوع الان هست که باید بهش پرداخته بشه. در غرب کابل و اصولا در شهر کابل، در بقیه ولایات، زنان جرئت نمی‌کنن خارج بشن تا یک دکتر برن، چون نگران اینن دستگیر بشن، گوشی‌هاشون کنترل بشه. الان خبر دارید خانه به خانه دارن در کابل، به ویژه در منطقه خیرخانه، در دشت بچی، در غرب کابل میرن در خونه‌ها جستجو می‌کنن، دنبال زنان معترض، دنبال نیروهای مقاومت، گوشی‌های خانم‌ها رو حتی می‌گیرن کنترل می‌کنن. حالا تو این وضعیت که همه در خطر، نوامیس مردم در خطر، شما بیایید بپردازید به یک موضوعی که جز افتراق، جز کشمکش آیده ای نداره. و حقیقت هم اینه که اگر خود اون دو بزرگوار، یعنی
شهید عبدالعلی مزاری، استاد بزرگوار که مایه فخر افغانستان، مایه فخر اون سرزمین هست، در کنار قهرمان ملی شهید احمد شاه مسعود، اینها اگر زنده بودن خودشون متوجه می شدن که مقتضیات امروز چیه و قطعا تعاملشون با همدیگه متفاوت بود از اون چیزی که اتفاق افتاد. در ماجرای افشارم باز تاکید میکنم نمیتونید شما یک طرف رو مقصر بدونید، یک طرف رو کاملا بیگناه. یک کشمکش هایی بوده، یک اتفاقاتی افتاده، درباره اینکه کی بیشتر مقصر بوده یا کی کمتر بوده وارد این دعوا اصلا نشین بهتره. اما در اینکه یک اشتباه تاریخی بود، خب در این تردیدی نیست، جنایاتی اونجا اتفاق افتاد بی سابقه بود. اما شبیه اون جنایات و خیلی فجیع تر از اونو طالب مرتکب شد بعدها و هنوزم داره مرتکب میشه. و اینکه شما از این موضوع غافل بشید، بیایید تجمع بکنید و تجمیع بکنید، انرژیتون رو بذارید سر ماجرایی که 30 سال قبل رخ داده و اونو باعث افتراق بکنید، این خدمت کردم به طور خدا این کار رو نکن. بهتون نشون دادم دیگه، اونها متوجه شدن که میتونن از این موضوع سوء استفاده بکنن و شما رو به جان هم بندازن. انبوهی از حسابهای جلیل درست کردن. آقای عبدالرحمن عمری نگران افشار شدن، بابا اصلا قابل فهمه که چه اتفاقی داره. اجازه ندین ازتون سوء استفاده بشه و متوجه باشید که دارن چه بازی باهاتون. یک موضوع دیگه، یه خبرایی رو امشب من توی بی بی سی فارسی میدیدم درباره این که بی بی سی شروع کرده راستی آزمایی بعضی از اخبار. مثلا میگه آقا ما راستی آزمایی کردیم، همین خبری که الان هم توی کانال بی بی سی هست، ما راستی آزمایی کردیم، تیم راستی آزمایی بخش خبر بی بی سی با تجزیه و تحلیل ویدئویی که ارتش اسرائیل از عملیات شب گذشته و آزادسازی گروگان‌های اسرائیلی چیزی که منتشر کرده موفق بوده، درست بوده، محل این عملیات رو مشخص کرده، دقیق بوده. یک راستی آزمایی دیگه هم کردن که در فلان مدرسه در ایران کودکان تنبیه شدن، ما اینو راستی آزمایی کردیم. فقط خواستم اینجا اینو بگم، دستتون درد نکنه برای این راستی آزمایی ها، خیلی ممنون، اما تو رو خدا این کارهای طالب رو هم راستی آزمایی کنید که زنان رو میگیرن بعد جنازه اونها در پغمان پیدا میشه یا اونها رو میبرن به زندان بعد که رها میکنن اونها رو، اونها خودکشی میکنن. دوستان در بی بی سی، اینا هم نیاز به راستی آزمایی داره. چرا نسبت به اخبار افغانستان کاملا بی تفاوت و تماشاگری؟ اینا هم انسان دارن کشته میشن، چرا اینا رو راستی آزمایی نمی کنن؟ اگر یک موضوعی مثل تنبیه در یک مدرسه کودکان در ایران اینقدر براتون اهمیت داره، اینجا جان انسان هاست. این ماجرا خیلی عجیب بود برای من و دلم خواست که به هر حال توی لایو امشب اینو تذکر کنم. یک موضوع دیگری که امشب بنا بود مورد بحث قرار بگیره، ماجرایی هست که در فرودگاه مشهد اتفاق افتاده، بسیار از شما خبرش رو شنیدید. عذرخواهی میکنم، این بیماری هنوز با من، نمیدونم که تمام میشه، سرفه و صدای دورنگ و عفت بفرمید. این خبرهاش رو شما شنیدید، یه ویدئویی داره دست به دست میشه. از دیشب یکی از این خبر تلویزیون هایی که اخبار افغانستان رو پوشش میده، 4 تا 5 تا گزارش راجع به این موضوع رفته، هی داره تلاش میکنه وایرال بکنه. ما امشب اطلاعات خیلی خوبی داریم، داره جمع کردیم، بنا داشتیم بخش اعظمی از لایو رو به این موضوع اختصاص بدیم، به ماجرای آقای پاریسا. اما در یک ساعت قبل از لایو ما بعضی از این اطلاعات رو چک کردیم، دیدیم حتی همون دوستانی که در اون تلویزیون دارن مرتب این خبر رو وایرال میکنن و بخشی از اخبارشون، بخشی از استعداداتشون مجعوله، فیکه. خب این باعث شد ما دست نگه داریم توی لایو امشب در این باره صحبتی نکنیم، اینو به یه لایو دیگری موکول کنیم که مفصل در این باره صحبت بکنیم. ما اسامی رو پیدا کردیم، ما به نتایجی رسیدیم که داریم راستی آزمایی میکنیم، به تعبیر جماعتی که در بی بی سی هستن، داریم راستی آزمایی میکنیم تا یقین بکنیم خبری که داریم به شما میدیم فیک نیست. اصالت توی خبرهایی که توی این لایو‌ها به شما میدیم ارجح بر سرعت، لذا به
چهار بخشی از این اطلاعات رو نگه داشتیم، با دوستان داریم شریک میکنیم که یقین بکنیم درست هست و بعد در اختیار شما بگذاریم و با شما شریک بکنیم تا مطمئن بشیم اخبار مجعول در واقع بهتون ندادیم. دوست عزیز ما جناب آقای عرفان چوبینه بهروز که شبهای زیادی ما در خدمتشون بودیم در لایف هستن، توازان دادن، منم قبل از لایف ازش خواهش کردم که چون مشرف هست آقای بهروز توی چندین لایف ما آمده است و نسبت به مسائل افغانستان بسیار اطلاعات خوبی داره، انصافا میشه او به کارشناس مسائل افغانستان نامید، ازش خواهش کردم که چون اخبار افغانستان رو آنالیز میکنه، جلساتی که در کانادا اخیراً برگزار شد از آقای علی میثم نظری دعوت شد به پارلمان کانادا رفت، خواهش کردم بیاد یک مقدمه‌ای درباره حضور آقای نظری در پارلمان کانادا به ما بده و بعد سوالات رو در از آقای نظری با کمک ایشون تنظیم بکنیم و آقای نظری رو هم اضافه بکنیم و بحث رو پیش ببریم. آقای چوبینه در لایف هستن، من براشون پذیرش میفرستم، خواهش میکنم تایید کنید آقای بهروز عزیز اضافه بشید به جمع ما و یک توضیح بدید راجع به آنچه که در کانادا اتفاق افتاد تا آقای نظری هم به جمع ما اضافه بشه. در من در حد خبر در واقع توی رسانه ها خوندم از آنچه که در کانادا اتفاق افتاد، جالب بود در واقع تصمیماتی که گرفتن، مصوباتی که آماده کردن، اگه یه توضیح بدید که چه گذشته در اونجا، حضور آقای نظری چه تأثیری ممکن داشته باشه و سوالاتی که خود میکنید خوبه درباره این جلسه از آقای نظری پرسیده بشه، نیارم طبقه بندی میکنید تا آقای نظری رو هم در ادامه اضافه. سلامت باشید. قبلش من بگم که من اینستاگرامم یه تنظیمی داره، احتمال داره یک لحظه قطع شد سریع دوباره وصل میشم، یه تنظیمی داره که قطع بکنه، اگه قطع شد من سریع دوباره وصل میشم، مسئله این نیستش. عرضم به حضورتون که این در رابطه با این نشست، خب ببینید به خاطر اینکه برای خبرگزاری ها خبرهایی که بیشتر به حالا مسائل مثلا حالا دستگیری یا حالا مظاهره یا این دست مسائل یا حالا انفجاری چیزی باشه، خب خیلی ترجیح میدن که پوشش بدن. این خبر به نوعی مقفول مونده، از این خبر خیلی نپرداختن بهش، یعنی جایی که میشه اطلاعاتی ازش گرفت همین صفحه شخصی خود آقای نظریه که یه گزارشی داده و حالا دوستانشون که حالا این خبر حالا این به نوعی پوستر نشست رو پخش کرده بودن برای دوستانی که میخواستن مشارکت بکنن. خب گویا در به نوعی محور اصلی سمپوزیومی که حالا ایشون شرکت کردن با موضوع توسعه بین‌المللی و رقابت ژئوپلیتیکی بوده و خب از ایشون هم دعوت کردن که در رابطه با افغانستان که حالا سهم مهمی در منطقه ما بازی میکنه و نقشش در آینده این موضوع بتونه مسائلی رو مطرح بکنه که حالا ایشون اضافه شدن حتما تشریح میکنن در رابطه با این مسئله. منتها حالا در پارلمان، در خود پارلمان کانادا نماینده ها و اعضایی بودن از سالیان گذشته که خیلی با صراحت در رابطه با مسئله افغانستان و مثلا نسل‌کشی هزاره ها، خشونت علیه هزاره ها و وضعیت اسفناک در تحت سلطه طالبان مثلا با خیلی با صراحت اظهار نظر کردن. یکیشون مثلا آقای چاندرا آریاس که خیلی سریع و لهجه است در این زمینه. من فکر میکنم مثلا حضور این اشخاص احتمالاً کمک کرده به و تسهیل کرده مسیر رو که آقای میثم نظری بتونه حضور پیدا بکنه.
ببینید این قبل این که حالا این نشست بخواد باز بشه، من در رابطه با دعوت از جبهه مقاومت به روسیه هم توی جای مختلف خبرگزاری و اشخاص می اومدن میگفتن که خب آقا این مثلا نماینده های حزبای کوچیکن، اهمیت خاصی نداره و سعی میکردن که به نوعی این روابط، شروع روابط دیپلماتیک رو اینا کوچیک جلوه بدن. ببینید یک واقعیتی که الان وجود داره صرف اتفاق میخواستن همینو بگید، یعنی برای ما توضیح بدید. حالا شما که اخبار رو آنالیز میکنی و دنبال میکنی و تعبیر فرنگی مونیتور میکنی، اهمیت این ماجرا چیه؟ اینو حتما برامون توضیح بدید. ببینید این رو باید به نظر بگیریم که بعد از آغاز جنگ، یعنی بعد از خروج آمریکا از افغانستان و بعد از به نوعی آغاز جنگ روسیه با اوکراین، چند تا که حالا قبلش هم باز ماجرای کرونا بود اینا، خب مسئله مهاجرت در اروپای غربی و آمریکا وارد یک مرحله تازه‌ای شد. این بحث مهاجرت و بالا رفتن قیمت‌ها، افزایش تورم، اینها به نوعی یک بستری رو ایجاد کرد که حزبای راستگرای افراطی که حالا سیاست‌های ضد مهاجرتی دارن، سیاست‌های خیلی به نوعی مردم محور دارن، اینا آروم آروم قدرت می‌گیرن. الان شما تو همین تو آرژانتین این افراد رای میارن، توی هلند الان خب اینا رای آوردن، همین چند ماه دیگه انتخابات در بلژیک که به احتمالش باز هستش که این احزاب رای بیارن. ببین حضور این احزاب در قدرت فضای سیاسی رو برای این دست کارا بسیار محدود میکنه، یعنی حضور افرادی از کشوری مثل افغانستان که از اخبار خارج شده، از اهمیت سیاسی خودش رو از دست داده و در یک تنگنا قرار میده، واقعا دشوار میشه روابط دیپلماتیک برقرار کردن و حضور داشتن. اینه که همین دست نشستا این کار بی اهمیتی نیست، یعنی یک روزنه ایه که شما با بالاخره دیپلمات ها و سیاستمدارهای کشورهای قدرتمند در دنیا میتونید وارد مذاکره بشید. یک بستری میتونه ایجاد بشه و اینو ما یادمون نره که طالبان بعد از اینکه بعد از حمله 11 سپتامبر، بعد از اینکه آمریکا به افغانستان وارد افغانستان شد، طالبان از قطر شروع کرد. قطر و روابط دیپلماتیک طالبان تو قطر شروع کرد، نقش بسیار مهمی داشت و تونست سال 2012 آمریکا رو بکشونه پای میز مذاکره. اینو نباید دیده گرفت. شما ما باید تاریخ رو درست و دقیق بخونیم که مگر طالبان بدون روابط دیپلماتیکش میتونست بستری رو ایجاد بکنه برای مذاکره. و توی این روابط دیپلماتیک طالبان از چهرهایی مثل عباس استانگزی استفاده میکردن و هنوزم میکنن که یک چهره خیلی مخدوشی از طالبان در قدرت در افغانستان نشون میده. آدمی که 3 تا زبان بلده، اصطلاحاً یه مقداری پیشروتره و خیلی سخنوره. خب ببینید خود طالبا به شدت آگاه بودن از اهمیت این موضوع، یعنی جایی مثل قطر رو برای خودشون تونستن ایجاد بکنن و وارد اتفاقا کار اقتصادی هم شدن در قطر که ما نمونهشو توی مثلا بحث جام جهانی میبینیم که اینا قرارداد داشتن و از اون طریق نتونست اهداف خودشون رو به پیش ببرن. برای فلزا الان ما وقتی که این دست کارها اتفاق میفته، وقتی این دعوت ها میشه، خب خیلی ساده است بگیم که بله مثلا چه میدونم جاستین ترودو که مستقیم با احمد مثلا مسعود صحبت نکرده، خب این در گفتنش بسیار ساده است که حتما باید نفر اول کشور با نفر اول جبهه مثلا بحث بکنه تا تازه بگن که این اهمیت داره. تازه در همون صورت هم، در همون شرایط هم، باز قطعی که همان که پیشتر قبلا هم دیدیم دیمی ها میگن که خب این یه دعوت غیر رسمی بوده، خیلی اهمیتی نداشته و میخوام به نوعی کوچیک بکنن این ماجرا رو. من اینو اینطور نمیبینم. من احساس میکنم که این وجود این روزنه ها یک قدم های ابتدایی بسیار مهمه، یعنی شاید خیلی مهمتر باشه از اون مسئله میدان که در خود افغانستان می‌بینیم. بفرمایید.
من تکمیل کنم صحبت شما رو. یه چند شب پیش اول این توضیح رو بدم، دوستان نوشتن آقای نظری امشب مهمان شما بوده، بله هست، یه چند دقیقه دیگه آقای نظری اضافه میشن. نکته دیگه در مورد این آقای قاری عیسی، ببینید عزیزان همین الان که من صحبت کردم این نوشته ها خوب بود که باز بود، یکی نوشته ایشان راهی جرمنی شد، یکی نوشته او دستگیر شد، یکی نوشته او ممنوع الخروج. اون نه ممنوع الخروج نه دستگیر شده، در موضوع چیز دیگری عرض کردم، چون ما یقین کردیم بخشی از این اخبار فیکه، بحث رو گذاشتیم به شب دیگری، فردا شب یا پس فردا شب، که بتونیم دقیق موضوع براتون باز بکنیم. اینجوری هم این میشه دیگه، یکی میگه رفت به جرمنی رسید، یکی میگه دستگیر، یکی میگه. و بیایم از این بحث بیرون و از وجود آقای نظری استفاده بکنیم که خیلی از سوالاتی که پاسخ داده نشده پاسخ داده بشه. چند شب پیش آقای دکتر دهباشی مهمان ما بود، در جهت همین صحبتی که شما میکنید بحث این شد که بعضی از رسانه ها در ایران به نظر میرسه دارن از موضع گذشته خودشون نسبت به امارت عقب نشینی میکنن. این هم خواهش دارم به جای واژه این گروه طالب همین واژه امارت رو بکار ببرید، اینا یه جوری یه ها لای و قطع میکنن. بله تلاش میکنم، سخت مخصوصا تو این جیو. این جماعت که به قول آقای مشهور لنگشوی این امارت بودن، اینا عقب نشینی کردن. یک خبرگزاری فقط هست که داره اینو همچنان اونم توی یک کانال غیر رسمیش بولد میکنه. آقای دکتر دهباش که حرف خوبی زد، دقیقا حرفشون رو گفت. ببینید ما در رسانه و در کارشناسی رسانه بحثی داریم که بیخبری خیلی خطرناکتر از پرخبری هست یا حتی بدخبری. ایشان میگفت وقتی که شما در یک موضوعی مرتب خبر میدید، حتی اگر علیه چیزی باشه که شما میخواهید خلاصه دارید اینو به مخاطب عرضه میکنید و اونجا مخاطبانی هستن که میتونن حقیقت رو بفهمن، اما وقتی اینو فیک میکنید اصلا به عرضه نمیارید، اتوماتیک دارید اینو به مرگ محکوم میکنید، به اینکه دیده نشه. اینکه شما میگید همین جلسات، همین ارتباطات یک باعث میشه که افغانستانی که بعد از اخبار غزه و کشمکش های دریای سرخ و اخبار اوکراین و اینها کاملا به محاق رفته، دوباره به عرصه خبر برگرد، یک بسیار مهمه، و دوم اینکه مرتب این شمشیر داموکلس بالای سر این دولت های اروپایی و امریکای شمالی باشه که آقا مبادا به رسمیت شناختن اینها نزدیک بشن، و اینکه اینها مرتب به عنوان یک گروه تروریستی هم در مجامع جهانی و هم در این پارلمان این دولت ها شناخته بشن. اگر این ارتباطات نباشه طبیعی هست که هر لحظه ممکن این اتفاق بیفته، کمایی که وقتی یه مقدار فتیله این مخالفت ها با این گروه تروریستی در ایران پایین کشیده شد سفارت رو تحویلشون داد. یا همین اشاره که کردید با آقای عباس سنایزه، شما ببینید تیم دیپلماسی و تیم گفتگوی امارات که بسیار هم قوی بودن، اینها آمدن جاده رو صاف کردن. در مسکو کی رفت به عنوان رئیس تیم؟ همین آقای شیر محمد عباس سنایزه رفت. اما بعد که اینا به قدرت رسیدن عملا کلن اینا رو کنار گذاشتن. نشون میده که همینطور که گفتید اگر اون تیم و تواناییاش نبود امروز اینا در حاکمیت نبودن. لذا من معتقدم حتی جبهه مقاومت ملی افغانستان در این عرصه ظهور بروزش کم هست، یعنی بعد از اینکه شما ما میبینید یه ها دو تا سه تا نشست پشت سر هم مسکو، وین، دوشنبه، تهران برگزار میشه، بعد یه ها باز فید میشه چند ماه همه چیز، یک علی میثم و یک دونه پارلمان در کانادا و آخرین بعد از 3 ماه این خبر کانادا در میاد، در حالی که همینطور که اگر قرار هست در میدان تحرک و جنبشی باشه این اتفاق باید در حوزه دیپلماسی هم به کرات و با تداوم ادامه داشته باشه. اگر در واقع در شمار سوالاتی که بعد از آقای نظری پرسیده بشه نکاتی دارید بفرمایید، فکر کنم آقای نظری هم اضافه شدن، من ایشون رو بیارم بالا. آقای نظری خواهش می‌کنم درخواست بدید تو شما رو هم اضافه بکنم بتونیم در خدمتتون باشیم. بفرمایید آقای جون. بله حالا آقای نظری که اضافه شدن، من در رابطه با همین سمپوزیوم سوالاتی رو، یک بخش از سوالات در رابطه با همین سمپوزیوم که میخواستم ازشون بپرسم که مقدار تشریح کنند جلسه رو
به خاطر اینکه میگم عنوان سمپوزیوم عنوان بسیار مهمیه، یعنی توسعه بین مدقات ژئوپلیتیکی مقدار به دوران پسا طالبان برمیگرده و بدین قصد هم به نظر من آقای نظری دعوت شده که بتونه چشماندازی رو در این زمینه تو خواهد ترسیم بکنه. و برای همین این ببینید این سمپوزیوم ها و این دعوت ها از قضا به یه نکته که ما قبلا اشاره کردیم در رابطه با اینکه جبهه مقاومت و جبهه مشابه باید یک طرح سیاسی داشته باشن، باید پلان مشخص داشته باشن، این به نوعی بسترها کمک میکنه که خب آنها این جبهه ها هم خیلی مدونتر بتونن برن صحبت بکنن که آقا آینده قراره چه شکلی باشه از نظر ما، و بدین شکلی که کشورهای اروپایی میتوانن یک افغانستان پسا طالبان تصور کنن و ببینن که آقا خب برای ما چه سودی خواهد داشت افغانستان پسا طالبان. و دقیقاً ببخشید صحبت تو قطع میکنم، اولی که بدم آقای نظری اضافه شدن، علی میثم عزیز من درخواستتون رو تایید کردم شما اضافه بشید و در تایید صحبتتون ببینید اگر این اطمینان خاطر دادن به این دولت ها از جانب همین نمایندگان مقاومت و امثال هم اتفاق نیفته، اونها جرأت این که وارد حمایت بشن، وارد همراهی بشن با جبهه مقاومت رو نخواهند داشت. قبول دارید اینو؟ بله. خیلی خوش آمدید. سیمان آقای علی ایسان نظری عزیز، رئیس بخش سیاست خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود. بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و عرض ادب به شما جناب آقای جعفریان عزیز و همه بینندگان برنامه وزین شما، باز هم خیلی خوشحالم که به برنامه تان پیوستم و انشالله امشب در خدمت شما و بینندگانتون هستم. زنده باشید. میدونم که 3-4 ماه به هیچ رسانه‌ای نرفتید، میدونم که گفتگو کردن با رسانه‌ها یه جوری سخت و محدودیت هایی برای خودتون گذاشتید. خیلی ممنونم که اومدید اینجا، چون ما خیلی رسانه محسوب نمیشیم، یه جوری به هر حال رفقای ما هستید. خیلی ممنونم که پذیرفتید علی رغم گرفتاری ها و جلسه هایی که دارید. آیه نظری، ما اگر اجازه بدید آیه بهروز رو نمیدونم بشناسید یا نه، عزیزان ایرانی ما هستن که اخبار افغانستان دنبال میکنن، کارشناس مسائل افغانستان هست، از بلژیک دارن ما رو همراهی میکنن، آنچه را که در کانادا رخ داده ایشون دنبال میکردن و ازش خواهش کردم که بیان و سوالات رو با در واقع جلساتی که در کانادا رو با نمایندگان پارلمان در اونجا بوده مطرح بکنن. تو بدان منم سوالات رو بپرسم، فقط خواهش میکنم پاسخگوتر باشی که بتونیم سوالات بیشتری بپرسیم و سوالات مخاطبین رو هم از خدمت بپرسیم. آقای بهروز بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما نظری و خوشحالم علیکم السلام. سلامت باشید. عرضم به حضورت که من حالا بر اساس اون اطلاعاتی که در صفحه خودتون بود متوجه شدم که شما این نشست رو برای این نشست رو به دو عنوان معرفی کرده بودید، یکی روز افغانستان در پارلمان و یکم سمپوزیوم توسعه بین‌المللی و رقابت ژئوپلیتیکی. خواستم بپرسم که اینا یک برنامه بود و یا با دو به نوعی پلان متفاوت یا دو برنامه مجزا بود که از طرف پارلمان برگزار شد؟ سلامت باشین، بازم خدمت شما سلام و درود دارم. خیلی خوشحال هستم که ما شما امشب صحبت داریم و خوشوقت شدیم. در قسمت پرسش شما کنارش بعض از ملاقات هایی بود که با مقامات کشور و علاوه خصوص با شخصیت هایی که در قسمت افغانستان زیدخت می باشند و تأثیر گذار هستند در سیاست آن کشور، ملاقات های جداگانه داشتیم. در قسمت کنفرانس یا کنفرانس هایی که شما نام گرفتین، البته این دو کنفرانس جداگانه بود، کنفرانسی که در قسمت توسعه بین المللی و ارتباط آن با
مسائل ژئوپلیتیک بود، کنفرانس جوزانه بود که برگزار شد و ما را به عنوان یکی از مهمانهای او کنفرانس دعوت کردند که در مورد افغانستان سخن بگوییم و در واقع نظرات و دیدگاه های خود در ارتباط و مسائل تأثیرات ژئوپلیتیکی بر سر توسعه بین المللی ارائه کنیم، که البته اکثر صحبت های ما در قسمت وضعیت موجود بود، بحران بشری که افغانستان دامنگیر آن شده، مشکلات سیاسی، مشکلات امنیتی که در افغانستان همین اکنون موجود هست و ارتباط آن و بحران بشری و در واقع نقش منطقه و جهان در قسمت حل بحران چگونه میتوانه باشه و علل خصوصی کمک هایی که به افغانستان فرستاده شده در 2.5 سال گذشته چی پیامدها و چی عواقب برای افغانستان داشته و خب البته به نظر ما که نه تنها که کمک به وضعیت نکرده بلکه وضعیت تشدید هم نموده و در واقع وضعیت و بحران بشری وخیمتر شده و پیامدهای در عرصه امنیتی و سیاسی هم داشته است و همچنان نقشی که اپوزیسیون علل خصوص جبهه مقاومت ملی در داخل افغانستان و خارج از افغانستان برای حل این بحران ها میتوانه داشته باشد چی باشه و همان گونه که شما فرمودین در افغانستان پسا طالبان که حتمی هست که ما به سوی یک دوره پسا طالبان می رویم و در چنین یک مسیر قرار داریم، نقش اپوزیسیون علی‌الخصوص جبهه مقاومت ملی در قسمت توسعه بین المللی و حل بحران بشری چی می باشه و راه حلش و روی کردهایی که میشه ما اتخاذ کنیم، منطقه اتخاذ کنه و جهان اتخاذ کنه، همهش در یک بخش از این کنفرانس راه شد و من در اونجا بنوانی یکی از سخنان ها حضور داشتم. در مورد برنامه دومی که روز افغانستان در پارلمان بود، یک کنفرانس جداگانه بود که برگزار شد، یه همچنان در محل پارلمان کانادا برگزار گردید و به مناسبت و برای تجلیل از قطعنامه‌ای که از سوی پارلمان کانادا تصویب گردیده بود در امی اواخر، این برنامه رو برگزار کردن و ما را همچنان به عنوان میمان ویژه دعوت نمودن که صحبت‌هایی داشتیم. باز میشه بیشتر به جزئیات برویم که این قطعنامه چی بود و چرا از این قطعنامه تجلیل شد. امیدوارم که به پرسش و سوال شما پاسخ داده باشم. بله بله. قبل از اینکه سوال بعدی رو اگر آیه عرفان عزیز خود آماده بکنید بپرسید، من یه سوال بپرسم. آیه نظری عزیز، شما در امریکا هستید، حالا کانادا هم تشریف بردید، درباره این کمک هایی که 2.5 سال امریکایی ها هفته 60 میلیون دلار دارن تحویل طالب میدن، رسما بودجه امریکایی ها بودجه طالب ها داره از واشنگتن تامین میشه، شما اونجا با سناتورها اینها صحبت نمی کنید که آقا این پول مالیات دنده های امریکایی چطور داره تبدیل گروهی میشه که تروریستیه؟ همون کابینه شون رو شما بتکنی جایزه هایی که امریکایی ها بود. داشتن برای اینا از 200 میلیون دلار رد میشه، بعد چجوری این پول رو میبرن میدن به اونجا و چرا این در مطبوعات امریکا بازتابی نداره؟ چرا یقه بایدن رو نمیگیرن؟ در این زمینه کاری کردید یا کاری خواهید کرد؟ بفرمایید. در مورد پول هفته ها آقای مثلا اینو یادم رفت، لکان جان بچه های فنی ما گفتن به آقای بهروز بگید این نور کاملا توی دوربین هست، یکم بچرخون. آره خیلی ممنون، ببخشید، بفرمایید. آقای خواهش میکنم. در مورد
پول هفتوار یا به اصطلاح کمک های هفتواری که به کابل فرستاده میشه که تقریبا 3 میلیون الی 32 میلیون هر هفته به کابل فرستاده میشه. خب ما اعتراض خود داشتیم در دو سال دو نیم سال گذشته و با بسیاری از سناتورها و نمایندگان مجلس آمریکا همچنان سر این مسئله صحبت‌های داشتیم، اعتراضات خود به دولتشان همچنان فرستادیم. یعنی موقف ما و موضع ما در این قسمت روشن است که ما شدیداً مخالف این کمک های مبهم به افغانستان هستیم. خب البته این تنها نگرانی ما نیست، در خود ایالات متحده آمریکا اپوزیسیون هم سوالات را طرح کردن در این مورد. بسیاری از بخش‌های دولت آمریکا که آگاهی لازم، آگاهی به اندازه کافی در این مورد ندارن، گاه گاه آمدن و انتقاد کردن از دولت آقای بایدن که این پولهایی که به افغانستان می روه به کی می روه، به منظور چی می روه. شما شاید آگاه باشین که اداره سیگار که در واقع تفتیش کمک های افغانستان را انجام می دهد، تا بال اینا هر از گاه به رسانه ها ظاهر می شن و کانگرس آمریکا ظاهر می شود و این مسئله را مطرح می کنه که ما نمی دانیم این پول هایی که مستقیم از قوه مجریه و کابل می رسه و منظور چی می رسه، از کجای پول ها می شه و در واقع به دست کی می رسه. خب البته بعضی از معلومات های گنگ و مبهم دولت آمریکا ارائه کرده، اما این قناعت کننده حتی بر بسیاری از نهادها و مؤسسات دولت آمریکا علل خصوص قوه مقننه‌شان نبوده و شما شاید شاهد باشین که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا شدیداً مخالف کمک‌ها هستند و رئیس اون کمیته هر بار که در مورد افغانستان مسئله مطرح میشه سریع کمک‌ها میپردازه. در این اواخر البته هفته گذشته بود که یک اعلامیه از طرف کاخ سفید به نشر رسید که معلوم میگردد به خاطر رقابت‌های انتخاباتی و از طرف دیگر این بنبست که در مورد بعضی از کمک‌های تسلیحاتی و کشورهای دیگر هر دو حزب مواجه شده در قوه مقننه و فشاری که سر کاخ سفید آمده در مورد روابطش با طالبان و علل خصوص کمک‌هایی که یا پول‌هایی که به افغانستان فرستاده میشه، اینا شاید یک تصمیم دیگری را بگیرن در آینده نزدیک که حداقل با رضایت و تایید قوه مقننه کمک‌ها را ادامه بدن. و اگر قوه مقننه که همین اکنون بین دو حزب تقسیم شده، مجلس سنا در دست دموکرات هاست، مجلس نمایندگان در دست جمهوری خواهان است، این هم با یک بنبست مواجه شود، طبعا که کمک ها همچنان به کابل نمی رسد. این آخرین خبرهای درباره این مسئله همین اعلامیه کاخ سفید است که هنوزم خب قدم های ملموس در این مورد گرفته نشده، اما حداقل یک نشانه مثبت‌تر هست که این پولهای سرشاره که به دست طالبان میرسه و به گروهای تروریستی در افغانستان میرسه حداقل یک قسمتش کاهش پیدا کنه یا به طور مکمل متوقف کردن و دیگری پولهایی که به دست چنین گروه میرسه نرسه. خب البته یک مسئله که من میخوایم به او اشاره برسم، منطقی که کاخ سفید داره در پیام‌هایی که گاهن به اپوزیسیون فرستادن و رسانه ها شریک ساختن به خود قوه مقننه خود ارائه کردن نیست که ما پول ها رو به منظور حفظ ثبات اقتصادی افغانستان میفرستیم، که اگر این پول ها به کابل نرسه اقتصاد کشور فرو میپاشه،
واحد پول افغانستان ارزش خود از دست میده و یک بحران بزرگتره در افغانستان اتفاق میفته که او را باز کسی جمع کردن نمیتونه و بدیل وجود نداره برای پر کردن این خلایی که اگر ایجاد شود که ما مخالفی منطقه ما مخالفی بهانه ها و دلایل هستیم، چرا ما در دو نیم سال گذشته نشان دادیم که مردم افغانستان بدیل است. امروز یک اپوزیسیون منسجمتر متحدتر وجود داره که میشه بدیل باشه و جبهه مقاومت ملی علل خصوص در داخل افغانستان یک حضور گسترده تر داره که میتوانه یک خلای را پر کنه و یک کنترل و یک ثبات را در داخل افغانستان ایجاد نماید. طور که گفتید بهانه است. من خواهش میکنم اگر باز کوتاه‌تر، اگرچه که شما رعایت میکنید ولی خیلی سوال مونده باید بپرسیم ازت. آیه ارفان هم حتما سوالاتی داره، که دیگر دوستان هم از نوبش اضافه میشه، ایشان هم احتمالا سوالاتی دارن. ببینید آیه نظری، اینها جدای از کمک هایی که میکنن، چند وقت پیش، شاید یک سال پیش بود، 8 ماه پیش، یک خبر منتشر شد، یکی از اینها که یادم رفت مقامش چی بود، درباره اسکناس هایی که بانک نوت هایی که جدیدن چاپ کردن و تحویل اونها به افغانستان حبس. یعنی چی؟ شما عملا دارید بخش اقتصادی امارات رو اداره میکنید، اسکناسشون رو شما دارید چاپ میکنید، هفته این مقدار بهشون پول میدید و من شما بهتر میدونیم اینها همین دلارا رو میارن در بانک مرکزیشون لیلام میکنن. نتیجه این میشه که خیلی از این دوستان ساده دل ما در ایران میگن آه امارت چه شاهکاری کرد، تورم رو منفی کرد. موقعی که آمدن هر افغانی، هر دلار 120 افغانی بود، الان مثلا 70 افغانی. دیگه دقیقه نمیکنن که خب داره دلار میاد اونجا، هیچ در واقع فعالیتی عملا نیست، هیچ کارخانه اضافه نشده، فقط وقتی که خب تقاضا زیاد بشه شما یه افغانی رو با دلار بخری، طبیعی هست که ارز نسبت به تقاضا کم میشه، ارزش افغانی اضافه میشه. این معجزه امارات نیست، این معجزه امریکایی هست که دارن این پول رو تحویل اینا. بگذاریم، اون چی که در پاکستان داره اتفاق میفته و انتخاباتی که اتفاق افتاد، اول بفرمایید رابطی آیا بین جبهه و اسلام‌آباد وجود داره و بعد اگر وجود داره تحت تاثیر این انتخابات قرار خواهد گرفت؟ بعد از این انتخابات ارتباط، کیفیت ارتباط شما با اسلام‌آباد به چه شکل در خواهد بود؟ خب در مورد انتخابات پاکستان هنوزم به زمان نیاز است که یک قضاوت جامع‌تر صورت بگیره، چون خب اگرچه نتیجه معلوم است اما در نظم و نظام سیاسی و کشور نیاز است به زمان که ببینیم چه نوع یک ائتلاف شکل میگیره و در واقع کدام حزب یا احزاب در واقع قوه مجریه کشور شکل میتن. اما خیلی مهم هست بر ما و ما به دقت وضعیت پاکستان نظارت می کنیم، چون هر نوع تغییر سیاسی در پاکستان بیاید یک تأثیر خود سر قضای افغانستان و وضعیت افغانستان میگذاره و پاکستان یک نقش بسیار مهم را در 50 سال گذشته در قضای افغانستان بازی کرده و میتوانه یک تغییر در وضعیت افغانستان بیاوره، خصوصا با این وضع وخیم امنیتی که در دو طرف سرحد، دو طرف مرز افغانستان و پاکستان همین اکنون موجود است و علل خصوص حالا که اسناد و شواهد ملموس در دست است که طالبان، گروه تروریستی طالبان، گروه های تروریستی پاکستانی را حمایت می کنند و مستقیما در ناامنسازی پاکستان دست دارند. دولت آینده پاکستان چگونه یک سیاست را در قبال طالبان اتخاذ می کنند و چی نوع یک رابطه را با اپوزیسیون افغانستان با
و علال خصوص با گروه های مقاومت و جبهه مقاومت ملی اتخاذ میکنند. خب البته ما حسن نیت خدا و مردم پاکستان بارها نشان دادیم و پیام های از طریق کانال های دیپلماتیک و پاکستان داشتیم، همان گونه که به همه کشورها داشتیم، و بازم ما برای تعامل، برای گفتگو و رسیدن به یک نتیجه که به منافع هم پاکستان باشه هم افغانستان باشه باشد حاضر هستیم و ما طرفدار همگرایی منطقه، طرفدار اجماع منطقه‌ای و طرفدار یک وضعیت هستیم در سطح منطقه، خصوصا بین افغانستان و پاکستان، که باعث صلح و صفا، باعث آرامش، باعث امنیت بگردد، که نه پاکستان احساس نگرانی درباره افغانستان کنه و نه مردم افغانستان احساس نگرانی و دشمنی و غیره از جانب پاکستان. آیا بهروز بفهمید اگر؟ بله، من خواستم سوال بعدی هم باز در رابطه با همین سمپوزیومی که شرکت کردید بپرسم ازتون. خواستم بدونم که آیا در این باره صحبت کردیدش که در مثلا در افغانستان پس از طالبان، حالا جز از ایجاد روابط حسنه و همسایگان و البته مبارزه با هراس افغانی و تروریسم، چه برنامه ای برای خود توسعه روابط بین المللیش میتونه داشته باشه و از طرفی چگونه میتونه، یعنی آیا در این رابطه صحبت کردی که مثلا پلن های جبهه مقاومت برای توسعه خود افغانستان و مرحله بعدی توسعه روابط بین المللیش چیه؟ این یه نکته. و نکته این که خب ما مثلا میدونیم که یک کشوری مثل چین با قراردادهای مبهمی که حالا با بشیر 19 یا امثال هم داره میبنده، خب در یک وضعیت به نوعی خیلی یک رابطه اقتصادی برد بردی براش داره ایجاد میشه و مسلماً اگر گروه هایی که برنامه اقتصادی شفاف تری دارن روی کار بیان، خب چین امکان داره که یا این کشورهای از این قبیل امکان داره که بخوان به نوعی اخلال ایجاد کنن در ظهور قدرتگیری این کشور، و این مسئله باز برای توسعه بین‌المللی، روابط بین‌المللی میتونه چالش ایجاد بکنه. خواستم بدونم که در این زمینه هم شما صحبت داشتید توی جلسه‌تون. خب چون فرصت ضیق بود نمیشد که بسیار با عمق مسئله ما میپرداختیم، الان خصوص درباره دوره پسا طالبان و نقش کشورهای منطقه و جهان به چی سطح در توسعه اقتصادی افغانستان باید باشه و علاوه خصوص کشورهای کمی نکن در افغانستان بعضی از قراردادها را با گروه تروریستی طالبان بستند. خب متاسفانه فرصت به او حد نبود که ما سر همه این موارد میپرداختم، اما واضح هست که سیاست جبهه و دورنمای جبهه در این موارد چیست. ما در واقع یک وضعیت را در افغانستان میخواییم ایجاد کنیم که هیچ کس یک تهدید در منافع امنیتی، منافع اقتصادی و غیره خود احساس نکنه، یک فضای باز شود، یک فضای رقابت سالم بین کشورهای متعدده که بیاین و بر اساس منافع مشترکی که مردم افغانستان با کشورها می داشته باشند یک مناسبت و یک رابطه اقتصادی را برقرار کنند و سهم بگیرند در توسعه اقتصادی افغانستان. و اینجا واضح هست که کشورهای منطقه شاید یک سهم بیشتر داشته باشند و مردم افغانستان هم ترجیح بدهند که کشورهای منطقه سهم بیشتر داشته باشه و در اولویت قرار بگیرن. اما بازم به نظر ما باید فضا باز باشه و ای که امروز اگرچه ما خوشدارهای خود دادیم و نگرانی های خود را اظهار کردیم از وضعیت که همین اکنون در داخل افغانستان موجود هست و بعضی کشورهایی که
قرارداد با گروه تروریستی طالبان امضا کردند. چون طالبان حکومت مشروع افغانستان نیست، افغانستان امروز فاقد یک حکومت مشروع، یک حکومت مردمی، یک حکومت قانونی است. و در یک دولتی که هیچ نوع، در یک کشوری که هیچ نوع دولت، هیچ نوع حکومت وجود نداره، چگونه میشه کشور بیایه و قرارداد اقتصادی و غیره امضا کنه و توقع داشته باشه در آینده او قراردادها پذیرفته شود و با آنها ارج گذاشته شود؟ ولی آزا این چیزهایی است که ما بارها و به همه گفتیم، این تنها یک کشور نبوده بلکه بسیاری کشورها بوده، تا در سطح جهان هم بسیار از کشورها بودند که چنین اهداف را داشتن یا چنین آرزوهایی را دارن که ما نگرانی های خود به آنها اظهار کردیم و امیدوار هستیم که در آینده هم این کارها و این اقدامات صورت نگیرند. خیلی ممنونم. یکی دو تا دیگر دوستان رو باید اضافه بکنیم. عرفان جان خیلی کمک کردی، خیلی ممنونم از پیش بردید. اگر اجازه بدید من شما رو این دو فرست کنید، دو تا دیگر دوستان رو اضافه کنیم. سلامت باشید. محبت باشید. خوشحال شدم. خدا نگهدارتون باشه. شنیدید صحبت های جنابای بهروز عزیز رو که قبلا هم ما خدمتشون بودیم. آقای نظری عزیز، که نقل قولی از شما منتشر شد، خیلی هم شاید به چند ماه قبل برگردم، و چون توی سوالات هم اینجا دیدم که اشاره کرده بودن دوستان، مبنی بر این که خروج امریکا از افغانستان الهام بخش حمله حماس به اسرائیل بود، خیلی یه جنجالی شد. البته من پاسخ رو میدونم، اما به جهت اینکه باز پرسیدن، روزنامه نیویورک سن فکر میکنم که بعد البته من دیدم تکذیب شما رو هم دیدم، توضیح بدین این شیطنت چی بود، ماجرا چی بود؟ خب متاسفانه که یک غلط بزرگ بود از جانب رسانه، چون این تیتر از ذره بودن و خلاف موازین رسانه‌ای عمل کردن، که ما فورا بعد از نشر چون این یک مقاله، چون این یک خبر او را تکذیب کردم. در واقع امو متنی که از جانب ما به او رسانه و در رسانه های دیگه فرستاده شده بود، خاصاً درباره و این بلافاصله بعد از حمله کرمان بود، حمله تروریستیه که جان بسیاری از مردم ایران و حتی مهاجرین افغانستان در کرمان گرفته بود و ما یک پیام تسلیت به نشر رساندیم و بسیاری از رسانه ها خب طبعاً پیام تسلیت دیدن از که از طرف ما به نشر رسید، از طرف صفحه جبهه یک پیام جداگانه به نشر رسید و خود رهبر جبهه مقاومت ملی عامر سک مسعود هم یک تسلیت به نشر رساندن به مردم ایران. خب سوالات بسیاری از رسانه ها داشتن که نظر شما درباره عواقب تروریسم در افغانستان چی هست، و خصوصا بعد از به قدرت رسیدن طالبان. خب ما گفتیم که، و جالب است اون متنی که فرستاده شده از طرف ما بسیار واضح بود، البته بعد از به قدرت رسیدن طالبان ما شواهد یعنی واضح داریم و اسناد و شواهد وجود داره که خطر توریسم و تهدید توریسم در افغانستان افزایش یافته. و این مستند است و مسجل است، مثلا چند گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد که به نشر رسیده و دیگر گزارش هایی که از جانب نهادها و دولت های مختلف به نشر رسیده که نشان میده بیش از 20 گروه توریستی در افغانستان جمع شدن و تهدیدات برای منطقه، نه تنها بر مردم افغانستان بلکه منطقه و جهان ایجاد گردیده. خب متاسفانه این متن اینا تحریف کردن و برای خبرسازی و برای ایجاد یک جنجال و یک خبر غلط از او استفاده سو کردن که ما رو تکذیب کردم و خود امیر رسانام یک روز دو روز بعد در آخر خبر هم تذکر دارن که هیچ نو اشاره و
و مسئله فلسطین و مردم فلسطین نشده. یعنی مثلا واضح شد. من یکی دیگر دوستان رو اضافه میکنم، حالا یه سوال هم میپرسم همزمان که شما پاسخ میدید، یه دوست دیگر رو اضافه میکنم، سوالی از شما دارن درباره کیفیت ارتباط جبهه مقاومت ملی افغانستان به رهبری آقای احمد مسعود با بقیه گروه هایی که منصوب اپوزیسیون هستن، شورای انگره، جبهه آزادی، با بقیه اینها یه توضیحی بدید که کیفیت این ارتباط چطور هست. قبل از اینکه به سوال پاسخ بدید، دوستان عزیزی که بخشتون فقط سلام فرستادید، حسیب جان همه گفتید ما سلامتون رو برسونیم به اظهار دوستتون به آقای نظری که ما رساندیم، به یک گروهی از شما هم دوستان سوال کردید درباره عضویت در جبهه مقاومت و مسائلی که بارها پاسخ داده شد. این که نوشتید سوالات ما رو نمیپرسه، چون این سوالات تکراریه، پاسخش همه تو لایوهای ما قبلا هست، ما یه نظری همه رو پاسخ داد. خب درباره کیفیت این ارتباط با بقیه بدنه اپوزیسیون بفرمایید، ضمن اینکه این دوست دیگرمون رو من اضافه میکنم. بفرمایید آقای نظری. روابط ما با باقی گروه های اپوزیسیون، چی گروه های نظامی است، چی گروه های سیاسی، شخصیت های سیاسی و سازمان هایی که مربوط به جامعه مدنی میشه، فوق العاده است، عالی است، خصوصا نسبت به یک سال و دو سال پیش در یک سطح بالاتره و بهتر قرار داره. شما شاهد هستین که ما در مرور سال 2023 دوبار در ویانا جلسات داشتیم و در آخرین نشست و جلسه ای که در وین یا ویانا برگزار شد، نماینده های بیش از 50 گروهی که مربوط به اپوزیسیون میشن جمع شده بودن. نه تنها ما اعلامیه مشترک داشتیم، بلکه یک نقشه را هم ترسیم شد و از طرف همه نماینده های گروه ها تصویب کردید. یعنی هر روزی که میگذره همکاری و هماهنگی با گروه های اپوزیسیون بیشتر بیشتر شده میره و الحمدلله که یک اجماع بسیار خوبه و یک انسجام خیلی خوبه در سطوح مختلف بین جبهه مقاومت ملی و باقی گروه های اپوزیسیون وجود آمده. انجینیر صاحب مثال احمد عزیز، خوش آمدید به لایو ما. قبل از اینکه در خدمت شما باشیم، من فقط سوال تکمیلی رو در این حوزه بپرسم. گروه هایی که هم شبیه شما دارن اونجا مقاومت مسلحانه میکنن، مثلا جبهه آزادی، توی این در واقع عملیات هایی که انجام میشه هماهنگی هایی با هم دارید، ارتباط هایی با هم دارید؟ خب ما جزئیاتی مثلا ندارم، چون این موضوع برمیگرده به بخش نظامی و کمیته نظامی جبهه که انشالله هر گاهی که شما یک مهمان نظری صاحب عزیز، تشکر از دعوتتان. علیکم السلام. سوال دارم خدمت نظری صاحب عزیز. سوال من مشخص راجع به دیپلماسی بی‌رحم است که ما قربانی دیپلماسی بی‌رحم کشور ما شد. سوال مشخص ما درباره جبهه مقاومت و دیگر اعضا و کسایی که سیاسیونه که با شما در ارتباط است، پلان مشخص دان برای نشست دوحه چی است؟ مشخص تا جایی که ما با کنکارا، ما میخواییم سوال کم تر باز کنم، تا جایی که ما با کنکارای اروپا در کشوری که من زندگی میکنم اکثر سال پایی که در دنیا به امضا رسیده و اکثر سال های نسبی که در کشورها برقرار شده، در اون کشوری که ما در زندگی میکنم ناروی در اون نقش داشته، کنکارای سیاسی به این نظر هستند که طالب ها یک مردمی هستند که مذاکره با آدم مذاکره ناپذیر، سخن گفتن با آدم سخن ناشنو، تعریف از اینا هست و اینا فقط میگن. اگر هاروارد یکی از کسایی است که یکی از بسیار نویسنده مشهور و یک کسی است که بسیار زیاد درباره مذاکره کتابای نوشته، اگر خود هاروارد میتونه که طالبا را تحلیل کنه. اما نظر مشخص اینا این است که افغانستان باید مذاکره شد. مذاکره از خود چارچوب قانونی داره. وقتی که افغانستان مذاکره
همین توافق نامه دو امضا شد، چارچوب قانونی از این در کجا بود؟ وقتی که جناب طرفین تخطی میکردن قانون بر یا چی تعریف کردن؟ مثلا آقای خلیلزاد و یا جامعه جهانی که مقصر درجه یک است، اگر خلیلزاد نفر اول باشه جامعه یا جهانی نفر دومی است که در این تایید کرده و افغانستان معامله کرده. پس چرا میگه اپوزیسیون و مردم افغانستان در مقابل از اینا خاموش نشستن و چرا نمیخواین در نشست دوحه بخش حقوقی مثلا باید مطرح کنن و جامعه جهانی مسئول درجه یک است که باید اینا را یا با دادگاه لاحق و یا باید یا طالبا همه مذاکره کننده ها را باشون صحبت شود و اگر یک راه حلی پیدا نمیشه باید با قانونی باید با یا برخورد شود. شما همیت یک برنامه دارید مشخصا؟ قبل از اینکه جواب بده علی میثم، اگر که سوال دیگه ای نیست باز چون مهمان دیگه ای رو باید اضافه بکنید ما از خدمت مرخص بشیم. مهندسی تشکر ده سوال نیست، فقط همین سوال بود. تشکر، زنده باشید. باز اگر پاسخ بهش قانع نکرد تو رو در واتساپ به من پیام بده که من اضافه میکنم. درست است، درست است. زنده باشید. بفرمایید آقای علی میثم. جان تشکر از انجینیر صاحب، خیلی سوال خوبه بود. باید یک وضاحت را در این مورد ارائه کنم که جلسه دوحه که هفته آینده برگزار میشه این ربط به روند صلح دوحه که چند سال پیش آغاز گردیده بود نداره. خب اگرچه در شهر دوحه و در کشور قطر مثل روند به اصطلاح صلح برگزار می شود اما پیوند مستقیم نداره. این در واقع یک نشست هست که از سوی سازمان ملل متحد از طرف دبیرکل یا سرمنشی سازمان ملل آقای گوترز برگزار می شود و یک گردمایی نماینده های خاص کشورهای مختلف است، کشورهایی که نماینده خاص در قسمت افغانستان دارن و بعض از سازمان های بین المللی حضور می داشته باشند. خب یک دعوت از گروه تروریستی طالبان همچنان صورت گرفته و از بعض نماینده های جامعه مدنی افغانستان، اما با آنگونه که رسانه ها خیلی جلسه را بزرگ جلوه میدن با آنگونه همچنان نیست. فکر میکنم خیلی غلو و اغراق در قسمت جلسه دوحه صورت میگیرم. من خود به همچنان سفرهای زیاده به نیویورک داشتم، به کشورهای مختلف در این ارتباط داشتم و با بسیاری از کشورها چی در سطح منطقه و چی در سطح جهان به تماس هستیم در مورد جلسه دوحه. البته ما نگرانی های خود داریم، انتقادات خود داریم، ما پیشنهادهای خود همچنان داشتیم، اما این جلسه برای آغاز یک مذاکره یا جزء یک مذاکره نیست و در مورد مذاکره که ما بارها صحبت کردیم چی در برنامه شما بوده و چی در دیگر برنامه بوده، همین اکنون وضعیت مناسب برای هیچ نوع مذاکره نیست، چون باز هم تصمیم مذاکره در دست ما نمیشه، تصمیم مذاکره در دست طالبان است، توپ در میدان طالبان است. اگر طالبان روش خود تغییر بدن، اگر طالبان تغییرات بنیادین و اساسی بیاورن و نشان بدن که نیتشان، عملکردشان و تصامیمشان، باورهایشان تغییر کرده، در اون زمان شاید فرصت برای مذاکره باشه. ما هیچ وقت در مذاکره رو بسته نکردیم، اما تصمیم در دست ما دیگر نیست. ما در مذاکره رو باز ماندیم، اما در واقع این تعلق به طالبان میگیرن که چقدر جدی هستن در مورد مذاکره و چقدر میخواین تغییرات بیارن که وضعیت فلاکت باره که در افغانستان موجود است، این ظلم و ستمی که بر سر مردم افغانستان می شود، این وضعیت وخیم را چی در
عرصه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و غیره ایجاد کردن. چقدر اینا جدی هستن برای به پایان رساندن و دادن حق که حق لاینفک مردم افغانستان است برای انتخاب یک دولت مشروع، یک دولت قانونی؟ باز در زمان میشه ما بیشتر سر جزئیات مذاکره صحبت کنیم که چی نوع روش رو کرده در این مورد اتخاذ بکرده. اما در مورد جلسه دوحه که برگزار میشه هفته آینده، اگرچه آخرین موضع‌گیری های جبهه هنوز به نشر نرسیده که انشاءالله زودی ما نشر میرسه، اما باز هم آنچنان بزرگه که بسیاری ایر جلوه میتن نیست و ما اوقزیات توقع نداریم که یک تصمیم بزرگ یا اساسی در این جلسه یا بعد از این جلسه از سوی اشتراک کننده های آن صورت بگیره و کنون نتیجه خیلی بزرگ داشته باشه. تا هنوز از شما نماینده طلب نکردن، دعوت نکردن، یا از بقیه اپوزیسیون اطلاع ندارید که کسانی رو دعوت کردن به محفل یا نه؟ خب اگرچه بسیاری از گروه های اپوزیسیون اعلامیه دادن و چنین درخواست نکردن و جبهه کنم درخواست رسمی برای اشتراک در جلسه نکرد، اگرچه خب باید اگر سر آینده سیاسی افغانستان صحبت میشه، سر حکومت فراگیر و حکومت همشمول صحبت های صورت میگیره در چنین یک پلتفرم، در چنین یک نشست، نه تنها از طالبان بلکه از اپوزیسیون سیاسی هم دعوت صورت میگیره. تا به حال که ما و شما صحبت میکنیم از ما کدام دعوت صورت نگرفته، و جز از بسیاری از نماینده های جامعه مدنی تا جایی که ما آگاهی داریم از گروه های سیاسی کسی دعوت نشده. با باز هم اما آجندا و هدف اصلی این جلسه گردمایی بین نماینده های خاص کشورهای مختلف می باشد با سرمنشی سازمان ملل متحد، و اینجا بیشتر بحث سر تعیین یک نماینده خاص سازمان ملل متحد می داشته باشند، بحث ها و گفتگوهایی که شاید تا یعنی تصمیم گرفته شد که کی نماینده خاص شد، چون این یک تصمیم بود که از طرف شورای امنیت دو ماه پیش گرفته شد که باید در مورد افغانستان و در ارتباط به افغانستان این سازمان ملل یک نماینده خاص را تعیین کنند. و مورد دو، گزارش که آقای فریدون سنیروغلو دو نیم ماه پیش به سرمنشی سازمان ملل متحد ارائه کرد، بیشتر بحثا سر این دو مورد صورت میگیره و بین نماینده های خاص کشورهای مختلف و قضیات. اگرچه باز هم یک انتقاد ما بود که نباید در مورد افغانستان هرگز بدون حضور مردم افغانستان چنین بحثا صورت بگیره، اما باز هم یک جلسه هست که از طرف سازمان ملل صورت گرفته و به نظر ما تا جایی که دیده میشه باید نتیجه بخش نباشه، و آنچنانه که بسیاری فکر میکنن و تصور میکنن بزرگ و جلوه داده میشه و آنچنان نباشه و یک جلسه معمولی باشه که سال گذشتان چون یک جلسه در دوحه برگزار کردن و دیدیم که به نتیجه ماند و یک اجماع چی نشد، با یک اجماع هیچ کش کنام از اشتراک کننده ها نرسیدن و امو هدف که داشتن ناکام ماندن. آقای نظری، در تکمیل صحبت و سوال آقای انجینیر صاحب نثار احمد، همینطور که گفتید امارت مرتب داره از قواعد مذاکره و از قرارهایی که خودش حتی میگذاره تخطی میکنه، عدول میکنه، جدای از اون اندوهی از قوانین بین المللی، قوانین حقوق بشری، اینها رو داره میشکنه در بدترین شکلش. راهی برای این هست که اینها رو پاسخگو کنید؟ شکایتی، نمیدونم، در همین مثلا
آن چیزی که قرار در دوحه اتفاق بیفته از طریق نمایندگانی یا کشورهایی که دوست هستن و مناوداتی با اونها دارید نمیتونید راهی پیدا بکنید که اینها پاسخگو بشن؟ نمیدونم، یه زمانی در لایو های گذشته از شما در این باره سوال کردیم که آیا نمیشه اینها رو در اموری به دادگاه لاحه کشوند؟ همین بحث آپارتاید جنسیتی که دارن مرتکب میشن که خب دنیا هم پذیرفته، در سازمان ملل هم مطرح شد. به این موضوعات فکر کرده جبهه مقاومت؟ یک موقعی هم یادم آقای معنوی هم گفته بودن اسنادی دارن و دنبال این هستن که این موضوع رو به مجامع جهانی و بین المللی بکشونن. برای این که اینها پاسخگو بشن راهی اندیشیدید؟ فشاری داری وارد میارید؟ در همین ماجرای دوحه میشه کاری کرد؟ نمیدونم، متوجه سوال من شدید؟ خب در واقع یکی از اهداف مبارزه ما مقاومت ما به چالش کشاندن اینها هست، به خاطر عملکردشون، به خاطر تصامیمشون و باورها و نیتی که دارن در باره مردم افغانستان و در واقع مظالمی که انجام میدن. و شما شاید در سطح منطقه و سطح بین المللی دیده باشیم که بسیاری از حرکت های دیپلماتیک ما ایجاد موانع برای اینها هست، ایجاد فشار بر سر اینها هست. در سطح منطقه ما در یک سال پسین خیلی حرکت های خوب را برای انداختیم. مثلا کنفرانس مسکو برگزار شد و شما دیدین که حتی بسیاری از مقامات بلند رتبه کشورها برآمدن و گفتن که باید این واقعیت های افغانستان همچنان بپذیرین و جبهه مقاومت ملی هم یک واقعیت است. و در این اواخر وزیر امور خارجه روسیه مثلا آمدن و گفتن که باید یک حکومت فراگیر در افغانستان تشکیل بیاورد و یک مذاکره بین گروه های سیاسی علل خصوص بین طالبان و جبهه مقاومت ملی افغانستان شروع شده. و این رقم پیام های ما از طرف بسیاری از کشورهای دیگه در سطح منطقه و جهان دیدیم و هر جایی که ما میرویم جلوی عادی سازی و مشروعیت دیگه او کشورها و طالبان را میگیریم. همین هفته گذشته که ما کانادا بودم، دلیلی که اونجا دعوت شدم به خاطر بعض از فعالیت هایی بود که ما در اونجا در سطح پارلمانشان و سنایشان داشتیم. مثلا همین قطعنامه ای که در پارلمان کانادا تصویب شده یکی از همون کوشش های بود، تلاش هایی که بود که ما در یک سال گذشته داشتیم که این قطعنامه چند مورد را بسیار واضح ساخت. یکی توریست بودن طالبان که تا گروه طالبان یک گروه توریستی است و نباید اینا از فهرست گروه های توریستی هست شما. مورد دو که هیچ نوع عادی سازی و برسمیت شناسی از سوی دولت کانادا به این گروه صورت نگیره. و مورد سه که این قطعنامه مکلف ساخت دولت کانادا را که باید روابط و تعامل بیشتری با اپوزیسیون طالبان، گروه های ضد طالبان، علل خصوص جبهه مقاومت ملی داشته باشد. از این قبیل حرکت ها ما در کشورهای مختلف داریم و داشتیم و بسیاری از این حرکت های ما ادامه داره که فشار بیشتر بسازیم، چی در کشورهای در سطح منطقه، چی در جامعه جهانی، چی از طرف سازمانهای جهانی، که اینها متوجه شوند که نمیتونن به تنهایی خود حاکمیت در افغانستان داشته باشن و در افغانستان یک گروه و یک طرف هرگز نتوانسته حاکمیت پایدار داشته باشه. باید اینا تن به تن به خواست مردم، به اراده مردم و بگذارن مردم دولت آینده خود و نظام سیاسی آینده خود تعیین کنن و در واقع یک نظم و نظام مردمی و قانونی به وجود بیاید که در واقع بر اساس اراده مردم تشکیل بیابه، نه غلبه، نه
ظلم و ستم و قساوتی که فعلا در افغانستان جریان داره. آقای نظرید، قریب 50 دقیقه است که ما در خدمتتون هستیم. من دو تا سوال دیگه میپرسم و اگر سوال خاص دیگه نما خدافظی میکنم از حضورتون. اول اینکه درباره مراودات منطقه‌ای جبهه مقاومت ملی با کشورهای همسایه افغانستان، حالا درباره پاکستان ما سوال کردیم، درباره ایران میدونیم کما بیش، با تاجیکستان که رابطه حسنه جبهه رو میدونیم، موضعی که اون در واقع بیانیه‌ای که در مورد پذیرش سفیر امارات در پکن صادر کرد جبهه، موضوع رو در قبال چین هم میدونیم. روابط شما با ازبکستان و ترکمنستان علارغم این که اینها میتونن نقش موثری و جدی بگیرن توی اهدافی که شما دارید، یا من چیزی ندیدم یا اینکه هست ما خبر نداریم، نمیدونم آیا با تاشکند و اشخابات ارتباط وجود داره، پیام های رد و بدل شده است آیا، یا اگر نشده بعد از این خواهد شد، یا اینکه اونها راه نمیدن؟ درباره این دوتا کشور اگر یک توضیح بدید به من، بعد سوال آخر رو بپرسم. در ابتدا باید من یک مسئله رو خدمت شما و بیننده های برنامه‌تان مشخص بسازیم که این جزء خطوط اساسی ما هست و یعنی واقعا ما به این مسئله و به این سیاست باورمند هستیم که روابط ما با منطقه یک روابط ویژه باید باشه و ما بر روابطی که با کشورهای منطقه داریم یعنی یک دید متفاوتر می داشته باشیم و ما به این روابط اولویت می دیم و در واقع چی شخص بنده است، چی خود رهبر جبهه مقاومت ملی هست که خودش مستقیما دیپلماسی منطقه را پیش می بره، ما به این باور هستیم که اگر می خواهیم در افغانستان صلح بیاید، اگر می خواهیم در افغانستان آرامش بیاید، امنیت بیاید، باید یک روابط حسنه با تمام کشورهای منطقه داشته باشیم، خصوصا کشورهای همسایه، و یک اجماع منطقه‌ای به وجود بیاید و یک همگرایی منطقه‌ای. ما البته یک سال پیش از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان در یک نشریه ترکی، در نشریه تیارتی بود، یک مقاله در این ارتباط من نوشتم که اهمیت منطقه بر ما چیست و چرا باید یک اجماع منطقه‌ای و یک همگرایی منطقه‌ای به وجود بیاید برای تثبیت اوضاع افغانستان، برای یک صلح دائمی در افغانستان. و هنوزم ما به این باور هستیم، این سیاست ماست، اگرچه ما به این باور هستیم که باید روابط حسنه با همه کشورهای جهان داشته باشیم و ما باید یک رابطه داشته باشیم که تضمین کنیم که افغانستان هرگز تهدید امنیتی، سیاسی و اقتصادی بر هیچ کس نمیشه. افغانستان یک کشور کوچک هست، محاط و خشکه هست، یک کشور هست که توانایی نداره که یک نقش در بازی های ژئوپلیتیکی منطقه‌ای و جهانی داشته باشه و افغانستان باید بی‌طرفی خود را حفظ کنه و تضمین بده که افغانستان و خاک افغانستان هیچ وقت یک تهدید به هیچ کس نمیشه، چه کشورهای همسایه و منطقه باشه و چه کشورهای جهان باشه. و همان گونه همیشه ما تاکید کردیم که اگر افغانستان میخواد یک روابط خوبی با کشورهای همسایه و منطقه و جهان داشته باشه، چون این یک تعهد از باقی منطقه و جهان هم نیاز داره. در ارتباط با کشورهایی که شما نام گرفتین، البته ما کانال های دیپلماتیک خود با همه این کشورها داریم، صحبت های با همه ایشان شده، رابطه ما یک رابطه خوب با همه ایشان است و خب اگرچه روش و روی کرده کشورهای منطقه مثل باقی کشورهای جهان در قبال افغانستان فرق میکنه و نیاز نیست هر کشور یک روش را و یک روی کرده در قبال افغانستان پیش ببره، هر کشور از خود منافعی داره و بر اساس منافع خود یک روش را اتخاذ میکنه. اما چیزی که ما دیدیم و پیام هایی که به ما رسیده
از طرف تقریبا همه کشورها ایست که اونا یک تهدید جدی را در افغانستان احساس میکنن و یکی این تهدید بعد از به قدرت رسیدن طالبان ایجاد شده، یک تهدید استراتژیک است و هر روزی که از عمر حاکمیت گروه تروریستی طالبان مگذره این تهدید بزرگتر شده میره و ما میبینیم که تأثیرات خود و عواقب خود فراتر از مرزهای افغانستان داشته، ناامنی در بسیاری از کشورهای همسایه بیشتر شده. قبل از اگست 2021 در بسیاری از کشورها حملات تروریستی صورت نمیگیره، انجام نمیشد، اما امروز میشه و تقریبا همه کشورها به چنین یک نتیجه رسیدن که این وضعیت موجود در افغانستان یک تهدید است، یک فرصت نیست. یعنی هیچ کسی وجود نداره که به این باور باشه که افغانستان، وضعیت افغانستان وضعیت مطلوب است و بر ما یک فرصت هست و باید از این فرصت استفاده کنیم، بلکه همه درک کردن که یک تهدید است. و شما میبینید که در گزارش هایی که در سازمان ملل متحد به نشر رسیده، از طرف شورای امنیت به نشر رسیده و اهمیت این گزارش ها خیلی مهم هست. چرا این گزارش ها در یک پلتفرم به نشر میرسه که همه کشورهای که عضو شورا هستن سهم می داشته باشن در تایید او گزارش و تقریبا در تصویب گزارش. و این تنها شورای امنیت متشکل از کشورهای غربی نیست، از کشورهای شرقی نیست، بلکه ما می‌بینیم که دو عضو دائمی شورای امنیت کشورهای منطقه است و بسیاری از اعضای موقت شورای امنیت از منطقه می باشند. و این گزارش هایی که در یک سال گذشته برش رسیده، یعنی یک تصویر را ترسیم میکنه که وحشتناک است. این آخرین گزارشی که تقریبا 12-13 روز پیش بلش رسید، باز هم از افزایش تهدید گروه های همچون داعش و القاعده و گروه های منطقه‌ای و همکاری طالبان به این گروه ها هشدار داد و نشان میده که تمام این کشورها چی در سطح منطقه چی در سطح جهان نقش دارند در نوشتن این گزارش ها و در تصویب این گزارش ها. و چیزی که پیامه هایی که به ما میرسه چی از طرف کشورها به طور مستقل و چی از طریق نهادهایی که هم منطقه و هم جهان یک سهمی داره، نشان دهنده هم ترسشان و هم حراسشان از وضعیت افغانستان است و نه ای که اینا طالب به عنوان یک فرصت ببینن. و ما خب بازم روش هایشان فرق میکنن، میکردنشان فرق میکنن، ما هنوزم کوشش داریم تغییرات در این مورد بیاریم و آگاهی دهی را افزایش بدیم و متوجه همه کشورهای منطقه و جهان بسازیم که تنها در افغانستان یک راهی وجود داره و ایستادن در کنار مردم افغانستان است و مجال دادن و چانس دادن به مردم افغانستان که یک دولت مشروع و یک دولت مردمی را ایجاد کنن و کشور خود آزاد بسازن و دوباره آزادی خود را کسب کنن، به خاطر که این وضعیت و این سناریو به نفع همه هست. و جز از این سناریو دیگه هیچ سناریوی به نفع نه منطقه است نه به نفع جا. خیلی ممنونم با این نظری. اگر نکته‌ای باقی مونده بفرمایید، اگر نه که من خداحافظی کنم. زنده باشید، سلامت باشین. بازم یک جان سپاس آقای جعفریان گرامی، بازم از زحمات شما و از تلاش های شما برای آگاهی دهی و برای اطلاع رسانی متشکرم. رسانه شما رسانه مقاومت است، رسانه همین مبارزه هست و خب در ابتدا شما گفتیم ما با رسانه ها شاید در همین اواخر روزو پیدا نکرده باشیم، البته رسانه شما که رسانه خود ما هست و رسانه مردم افغانستان است، ما کنم هیچ وقت در اشتراک در این برنامه ها و در سنگیری در این برنامه ها اشتراک نکردیم و نمی کنیم. بازم یک جان تشکر از شما و از حوصله‌مندی همه بیننده های شما من سپاسگزار هستم. انشالله بازم در آینده در خدمت خواهیم بود.
خدا نگهدار. بنده باشید، ممنونم، خدا نگهدارت باشه، که خیلی ممنون که با همه گرفتاریایی که داشتی طبق معمول باز هم دعوت ما رو پذیرفتی. خدا نگهدارت باشه، روزت بخیر، شبت بخیر، در هر جای جهان که هستی وقتت بخیر. یا علی، خدا حافظ. خوش سلامت باش. خدا نگهدار. خب دوستان، شنیدید صحبت های جناب آقای علی نیسان نظری، مسئول یا رئیس نقش سیاست خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان، رهبری آقای احمد مسعود. خیلی سوالات تکراری بود، بخشی از سوالات یوتیوب من گرفتم که خب دیر متاسفانه به دست من رسید، عذرخواهی میکنم فرصت طرحش بخشش پیدا نشد، بخشی که لابلای سوالات خودم پرسیدم. خواهش میکنم کمک کنید دیده بشین این رسانه و این صدا. ما در شبهای بعد مهمانهای مختلفی رو، تازه‌ای رو با موضوعات روز دعوت خواهیم کرد و مواردی رو که مورد نظر مخاطبای ما هست به بحث خواهیم گذاشت. شما مگر موضوعی رو پیشنهاد دارید و براتون مهمه، فکر میکنید لازمه بحث بشه، یا مهمانی میشناسید که فکر میکنید حرفی برای گفتن داره، به ما معرفی بکنید، حتما در خدمت شما خواهیم بود. در پایان لایو دوباره در مورد جناب آقای قاری عیسی محمدی تاکید میکنم که تا اونجایی که ما مطلع شدیم، نه بحث ممنوع خروجی هست، نه در واقع دستگیری و کندوبندی هست، اخبار غلط و جابجا منتقل شده و موضوع حل شده است، تمام شده، رفته تا اونجایی که من میدونم. اما با وجود این، ما با خود ایشان یک لایف خواهیم رفت در زمان مختصری و همه توضیحات رو از زبان خود این بزرگوار خواهید شنید. ممنونم که همراهی کردید با ما در هر کجای جهان که هستید. شب و روز و ظهر و صبحتون نمیدونم، هر ساعتی که از شبان روز قرار دارید به خیر باشه. ما رو فراموش نکنید، فقط شما رو دارید. خدا نگهدارتون.